سرخط گزارش های مهم خبری در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. ایالات متحده و پاکستان هشدار داد که اگر حافظ سعید را دوباره دستگیر نکند، روابط واشنگتن با اسلام آباد تیره خواهد شد. جزئیات را خواهید شنید. وضعیت بیجا شدگان داخلی در افغانستان در سرمای زمستان. آیا کمک های اداره پناهندگان ملل متحد به این بیجا شدگان کافی خواهد بود؟ و در بخش صحی این هفته، راجع به تکالیف عادت ماهوار نزد بانوان و طرز رسیدگی به آن معلومات ارائه می گردند. امید تا آخر ما را همراهی کنید. سلام، با تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یکشنبه پنجم قوس سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه خبری داریم از مرگ یک پسر 10 ساله افغان در راه مهاجرت به اروپا و همچنان گزارش از تازه ترین تحولات در پی آشوب افراطگرایان در شهر اسلام آباد پاکستان. اما نخست خبری مربوط به افغانستان. تبصره های اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در ایران واکنش های تندی را در کابل برانگیخته است. مقامات شورای ملی افغانستان گفتند که اظهارات تازه آقای محقق با سیاست خارجی و منافع ملی کشور در تضاد بوده و باید پیگیری شود. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی دیروز طی نشستی که در ایران دایر شده بود، لوای فاطمیون و افغانهایی را که در چارچوب آن گروه در سوریه می جنگند ستایش کرد. او جنگ سوریه را جنگ اسلام علیه کفر خواند و از جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به مثابه سالار لشکر اسلام یاد کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه امروز با اشاره به تبصره های آقای محقق گفت که سیاستمداران باید تجارت سیاسیشان را کنار بگذارند. محمد نظیر احمدزی معاون ولیسی جرگه در مصاحبه با رادیو آزادی اظهارات آقای محقق را غیر قانونی و غیر اخلاقی خوانده است. صدای امریکا خواست در این رابطه واکنش حکومت وحدت ملی را نیز داشته باشد، اما تماس‌های ما بی پاسخ مانده است. پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز پلیس و مظاهره کنندگان افراطی در نزدیکی شهر اسلام آباد پاکستان که 6 تن در آن کشته و شمار زیاد دیگر زخمی شدند، امروز بر جمعیت اعتراض کنندگان در سراسر پاکستان افزوده شد. به اساس معلومات مسئولین شفاخانه، حدود 200 تن در این رویدادها زخمی شده که اکثریتشان منصوبین پلیسند. مظاهرات چرا و چگونه آغاز گردید و واکنش حکومت و اردوی پاکستان تا کنون در برابر مظاهره کنندگان چه بوده است؟ در این گزارش با آن پرداخته شده است. حامیان حزب کوچک تحریک لبیک یا رسول الله از 3 هفته به این سو در یک چهارراهی در حومه اسلام آباد تحسن نموده و خواهان استعفای وزیر عدلیه روی آنچه حذف کلمات ختم نبوت در لایحه ارائه شده به پارلمان آن کشور خوانده شد شدند. الله که فضل و کرم سے استعفا ہوگا. با لطف خداوند زاهد حمید وزیر عدلیه استعفا خواهد داد. ما موافق هستیم و پیروز گردیدیم. صدای جنبش ما در تمام جهان شنیده شد. زاهد حمید وزیر عدلیه پاکستان از حذف عبارتی که گفته است محمد آخرین پیامبر اسلام است معذرت خواست، گفت یک اشتباه کتبی بود که بعداً اصلاح گردید. روز قبل پلیس پاکستان برای متفرق ساختن حامیان گروه تحریک لبیک یا رسول الله از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس ضد مظاهره پس از آن علیه حامیان این حزب دست به اقدام زد که میعاد این مظاهرات خاتمه یافت، ولی حدود 300 مظاهره کننده آن را نادیده گرفتند. اما این مظاهره کنندگان کی هستند؟ حدود 2000 عضو گروه موسوم به تحریک لبیک یا رسول الله که این تحسن را در اسلام آباد آغاز کردند. چرا این مظاهرات آغاز گردید؟ با دلیل اینکه حکومت تغییری را در سوگند کاندیدان انتخاباتی ایجاد کرد. تغییر کوچک بود که بعداً اشتباه خوانده شد و دوباره اصلاح گردید. اما مظاهره کنندگان آن را به توهین به مقدسات ارتباط دادند.
سوال دیگر این است که چگونه این مظاهرات آغاز گردید؟ خشونت ها زمان آغاز گردید و اوج گرفت که مردم برای ساعت ها به خاطر مسدود بودن جاده ها خسته شده بودند. در حالی که مراجع قانونی بر مقامات به خاطر تعلل در کارشان خشمگین بودند، عقاید در مورد این که چه کسانی این گروه کوچک را کمک می کند ایجاد گردید. اما چرا حکومت کار انجام نمی دهد؟ زمانی که تحسن آغاز گردید، مقامات در حال بر مذاکرات صلح آمیز تأکید ورزید که سیاستمداران توجه را بر انتخابات 2018 معطوف داشتند. حکومت ملکی پاکستان در چنین وضعیت از بیم آن خاموش بود که سرکوبی گروه‌های مذهبی همواره نتایج معکوس در قبال داشته است. سوال دیگر این است که اردو چگونه پاسخ خواهد گفت؟ اردو تا کنون به تقاضای حکومت پاسخ نگفته و این عدم پاسخگویی افواهات آتشین را برانگیخته که چرا اردو از واکنش خودداری می کند. به گفته مایکل کوگلمن، مفسر در ویلسن سنتر واشنگتن، جنرالان امیدوار هستند که مظاهره خود به خود از هم بپاشد، به جای این که از نیروی قوی علیه آنها استفاده گردد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر پاکستان را هشدار داد. قصر سفید اسلام آباد را هشدار داده است که اگر حافظ سعید بنیانگذار جماعت الدعوه را دوباره دستگیر نکند، روابط واشنگتن و اسلام آباد زیان خواهد دید. حافظ سعید از سوی ایالات متحده تروریست مشخص شده و متهم به طرح‌ریزی حمله مرگبار سال 2008 در ممبئی هند است. البته امروز از نهمین سال روز آن حملات در سراسر ممبئی بزرگداشت به عمل آمد. از حمله مرگبار سال 2008 ممبئی امروز 9 سال گذشت. شهر ممبئی امروز شاهد مراسم بزرگداشت از قربانیان رویداد بود. اعضای خانواده های کشته شدگان حمله سال 2008 میگویند از این که پاکستان حافظ سعید متهم به طرح این حمله را آزاد ساخته است خشمگین است. سواتی اجای گاوند بیوه یکی از منصوبین پلیس است که از سوی ده حمله کننده در سال 2008 کشته شده بود. پاکستان نباید حافظ سعید را آزاد می ساخت. بله، من اندوگینم و برای مردمی که اعضای خانواده هایشان را در آن حمله از دست دادن نیز غم‌انگیز است. پاکستان به روز جمعه حافظ سعید بنیانگذار سازمان جماعت الدعوه را از قید آزاد ساخت. باور بر این است که جماعت الدعوه صف آرای گروه تندرو شورشی لشکر طیب است که از سوی هند به انجام حمله یه سال 2008 ممبئی متهم است. مقامات هندی و ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی حافظ سعید خشمگینند. حافظ سعید در فهرست دهشت افغانان قرار داشته و وزارت عدلیه ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری وی بیانجامد حتی 10 میلیون دلار جایزه نیز تعیین کرده است. قصر سفید دیروز اسلام آباد را هشدار داد که اگر حافظ سعید را دوباره دستگیر و زندانی نکند، روابط بین اسلام آباد و واشنگتن زیان خواهد دید و اعتبار جهانی پاکستان متاثر خواهد شد. آزادی حافظ سعید پس از آن که پاکستان او را مورد پیگرد عدلی و قانونی قرار داده نتوانست، یک پیام کاملا آزاردهنده را در مورد تعهد پاکستان برای مبارزه با دهشت افغانی فرستاده و ادعاهای پاکستان را که گویا در خاک خود به تروریستان پناهگاه نمی‌دهد، دروغ ثابت میکند. در حمله یه سال 2008 ده مرد مسلح در چندیل محل ممبئی بر هتل‌ها، یک ماموریت پلیس و یک مرکز دینی یهودیان حمله کرده و در جریان سه روز جنگ جان حداقل 168 نفر را گرفتند. مردم در هند حافظ سعید را مسئول اصلی مرگ ده ها نفر در حمله یه سال 2008 میدانند. آزادی حافظ سعید دقیقاً برای 26 ماه نوامبر پلان گذاری شده بود که پاکستان و ISI و محکمه آن کشور بر روی زخم‌های ما نمک گذاشت. پیش از این هند هم از خبر رهایی حافظ سعید توسط پاکستان ابراز خشم کرده بود و وزارت خارجه آن کشور گفته است پذیرفتنی نیست که فردی که نامش در فهرست تروریستان است در پاکستان آزادانه گشت و گذار کند. حافظ سعید تمام اتهامات وارد علیه خود را رد کرده است. احمد سیرزیا، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
یک طفل 10 ساله افغان در راه مهاجرت با والدینش به اروپا جان سپرد. طبق گزارش آژانس خبری یونان، این رویداد تکان دهنده دیروز شنبه زمان اتفاق افتاد که ده ها مهاجر در یک کشتی کوچک در نزدیکی جزیره لسبوس با دیدن یک کشتی اداره سرحدی اروپا سراسیمه شدند و طفل 10 ساله افغان در میان این افراد سراسیمه تحت فشار قرار گرفت و جان داد. گفته می شود که مادرش با دیدن اینکه پسرش تلف گردید به قصد خودکشی خود را به آب انداخت، اما محافظین ساحلی او را نجات دادند. کشتی کوچک حامل 66 مهاجر غیرقانونی از ترکیه به مقصد جزیره لسبوس یونان در حرکت بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک‌های زمستانی اش را با خانواده‌های بی‌جا شده و عودت کننده در کابل آغاز کرده است. این سازمان میگوید که در افغانستان حدود 500,000 بی‌جا شده و عودت کننده در جریان فصل زمستان به کمک‌های جدی نیاز دارد. فرارسیدن زمستان و وضعیت وخیم بی‌جا شدگان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و همچنان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را نگران ساخته است. جلال میرزاد با شرح بیشتر. آغاز کمک‌های زمستانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای بی‌جا شدگان از کابل. 400 خانواده امروز از این کمک‌ها بهره مند شدند. تمامی کمک‌ها کمپل، لباس زمستانی و 200 دلار آمریکایی بودند. UNHCR به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد تا حکومت افغانستان را حمایت کند. ما یک جا کار میکنیم تا مردم را کمک کنیم. شما میدانید که زمستان سخت با کودکان و بزرگسالان مرگ‌آور است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که این کمک ها تا 78,000 خانواده که نزدیک به 550,000 تن میرسد در تمامی افغانستان ادامه خواهد داشت. از مجموعی 78,000 فامیل 40,000 فامیلش کسایی هستند که توسط کمک هایی که از طریق یونیسیار پرداخت میشن مورد حمایت قرار میگیرند که مجموعاً 300,000 نفر شامل میشه. رحمان 2 سال است که در نتیجه جنگ های ولایت کندوز به کابل پناه برده. میگوید که دار و ندارش همه نابود شدند و اکنون در گوشه ای از فقیر نشین کابل زندگی میکند. سرماه زمستان ناداری و تنگ دستی را در زیر همین چتر با خانوادهش تحمل خواهند کرد. دم روی تو هست، یعنی سرینه می گذاره می کنیم، پلاسیکال هم از سکار در می تیم، همو چیز را علی خوب شد، همی مسیس ها کمک کرد، خدا خیرش بیتی، اگه زوم می خریم، همی بندوبست زمستان می کنیم، خیر. بس می کنن؟ بس دیگه با خدا مالا مشکل است که بس کننی، با یک چیز خوب بس نمیشه، ده نفر ما خانه نام خور هستیم. بر بنیاد آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این کشور، بیشتر از 1,000,000 بی‌جا شده در بخش‌های گوناگون افغانستان به سر می‌برند. اما امروز تنها از کمک به 500,000 بی‌جا شده سخن گفته شد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. طرز رسیدگی حکومت به مشکل بی‌جا شدگان داخلی را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تبصره‌هایتان را در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا با ما شریک سازید و لحظات بعد همکارم آن را در همین برنامه مرور خواهد کرد. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می‌خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می‌خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک امروز برای قربانیان حمله‌ای که به روز جمعه بر یک مسجد در شبه جزیره سینای مصر صورت گرفت، اتحاف دعا کرد. همچنان قرار است پاپ فردا دوشنبه به میانمار یا برما سفر کند و ضمن دیدار با مسیحیان کاتولیک در آنجا با مقامات میانمار نیز ملاقات‌هایی داشته باشد. پاپ فرانسیس همچنان در نظر دارد که پس از سفر به میانمار عازم بنگلادش شود و از یک کمپ مهاجرین روهینگیایی در آنجا دیدن کند.
گرچه مقامات ملل متحد و نیز ایالات متحده عملیات نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی را تصفیه نژادی خوانده‌اند، اما هنوز روشن نیست که پاپ فرانسیس از آن چگونه یاد خواهد کرد. برخی ها به این نظرند که اگر او حتی واژه روهینگیا را بر زبان بیاورد، ممکن منجر به اعتراض بوداییان نشنالیست و مظاهراتشان گردد. میلیون ها نیپالی امروز برای شرکت در انتخابات تاریخی که نقطه عطف نیپال خوانده شده به مراکز رای دهی رفتند. امید بر آن است که انتخابات امروز به بی‌ثباتی که در طول یک دهه گذشته و پس از جنگ داخلی نیپال دامنگیر این کشور شد، نقطه پایان بگذارد. پس از وضع قانون اساسی جدید نیپال که در نتیجه توافق صلح با شورشیان ماویست به میان آمد، این نخستین باری است که در نیپال انتخابات برگزار می‌گردد. در انتخابات امروز نمایندگان پارلمان ملی و پارلمان‌های ایالتی برگزیده می‌شوند. در ولایت ژیجیانگ در شرق چین امروز انفجار بزرگ رخ داد که به گفته مقامات حداقل دو تن در آن کشته شدند. سینهوا آژانس خبرگزاری دولتی چین گفته است که این انفجار در یک فابریکه رخ داده است. انفجار به حد قوی بوده که حتی در فاصله حدود یک مایل نیز کلکین های برخی ساختمان ها را شکست. رسانه های محلی خبر دادند که در اثر انفجار امروز چندین ساختمان از قبل تخلیه شده و در انفجار امروز فرو ریختند. پلیس با آژانس رویترز گفت که این ساحه از قبل برای تخریب ساختمانهایش نشانی شده بود. با این هم عامل انفجار قوی امروز معلوم نیست و تحقیقات راجع به آن جریان دارد. شاروالی کابل میگوید که 75% از ساختمان‌های کابل غیر معیاری ساخته شده و در ساخت و ساز این ساختمان‌ها فساد اداری، قانون شکنی و ناتوانی آن نهاد نقش کلیدی داشته است. اکنون شاروالی کابل در این تلاش است که تمامی ساختمان‌های این شهر را بررسی کند. خبرنگار ما جلال میرزاد با شرح بیشتر در این مورد. خودنمایی ساختمان‌های بلند در کابل. در یک دهه پسین ساختمان های زیادی در این شهر قد بلند کردند، اما پیش از آن یگانه ساختمان بلند در کابل همین بود. اکنون شهرداری کابل از غیر معیاری بودن 75% این ساختمان ها نگرانی می کند. مال کوشش ما ایسته که جاهایی که انجام شده است، تخلفاتی که انجام شده است، بالای معیاری سازی کار بکنیم. برای قسمت رشد شهری ما پیشبین باشیم که رشد یک رشد معیاری و منظمتر بوده باشه. در کنار غیر معیاری بودن بیشتر ساختمان‌های کابل، توانایی این ساختمان‌ها در برابر رویدادهای طبیعی نیز پرسش برانگیز هستند. اینکه چرا به این گونه ساختمان‌های خطرآفرین اجازه اعمار داده شده است، شهرداری کابل علت آن را فساد اداری و قانون شکنی می‌داند. در حال حاضر هم ما هیچ برنامه برای کنترل و مهار این ساعات غیرپلانی نداریم و اگر به چنین شکل پیش بره، ما شاهد ای هستیم که ساختمان ها و ساخت ساز ها شهر با بحران مواجه میکنند. بیشتر کشورها از خود معماری ویژه دارند، اما در این شهر از معماری ویژه خبری نیست. کسی نقشه ساختمانش را از پاکستان، کسی از ایران و کسی دیگری از ترکیه تعریضی کرده، اما باورها این هستند که در ساخت و ساز این ساختمان ها تفاوت اقلیم نیز سنجش نشده است. در افغانستان معمولا هیچ معیارها و استانداردها در ساختمان ها در نظر گرفته نشده و شما شاهد هستین که نقشه ها از ممالک مختلف آمده و اینجا تطبیق میشه، چون از لحاظ انجینری همه ما شاهد هستیم که آب و هوای یک مملکت نظر به مملکت دیگر تفاوت داره. عدم استفاده صحیح و درست از متخصصین انجینری، عدم تست لابراتوری خاک ها در شهر کابل و این چیزها سبب میشه که ما نتونیم در برابر حوادث طبیعی موفق باشیم. اگرچه کابل در گذشته ها ساختمان های بلند نداشت، اما معماری ویژه داشت. این ساختمان ها نمونه ای از معماری گذشته کابل سابق است.
این ساختمان ها اکنون به بخش های تاریخی مبدل شدند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. بنیاد بل و ملندا گیتس افزایش قابل ملاحظه را در تمویل برنامه‌های جلوگیری از بارداری اعلام کرد. پیشنهادهای مالی نمایندگان شرکت کننده در نشست رهنمایی خانواده به دلیل کاهش بودجه ایالات متحده برای برنامه‌های کنترل ولادت‌ها تحت شعاع قرار گرفته است. چندین کشور تمویل کننده که در نشست اشتراک کرده بودند با بیشترین کمک بنیاد بل و ملندا گیتس مستقر در ایالات متحده به افزایش بودجه برنامه رهنمای خانواده تعهد کردند تا دسترسی زنان به دوای جلوگیری از بارداری افزایش یابد. اعلام 375 میلیون دلار این بنیاد قطعا یک عکس‌العمل در برابر رئیس جمهور ترامپ نیست. هیچ کسی به هیچ شکلی نمیتواند بسته تعهدات ایالات متحده را به برنامه رهنمای خانواده پر کند. ایالات متحده با داشتن سهمیه اختصاصی 600 میلیون دلار در سال روان تا هنوز هم بزرگترین کمک کننده برنامه جهانی رهنمای خانواده می باشد. اما رئیس جمهور ترامپ در ماه اپریل اعلام کرد که از حمایت مالی صندوق جمعیت ملل متحد خارج می شود. آقای ترامپ آن برنامه را به انجام برنامه های اجباری به شمول سقط جنین متهم کرد. ملل متحد این ادعا را رد می کند. هر کشور رو به انکشاف از ایجاد افزایش خلا در بودجه نگران خواهد شد. می‌دانیم که برنامه رهنمای خانواده یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های فقرزدایی در جهان است. این برنامه شیوه ساده و قابل دسترس برای کاهش مرگ و میر مادران است. این راهکار بر رفاه مشترک کمک خواهد کرد. حکومت‌ها می‌گویند که رسیدگی به افراد جوان کلیدی و مهم است. درامه شوک در تلویزیون افریقای MTV پیام ها در مورد صحت جنسی دواهای جلوگیری کننده بارداری و HIV را ترویج می کند که تخمین می شود حدود 720 میلیون نفر آن را می نگرند. این تلویزیون تا اندازه توسط ایالات متحده تمویل می شود. نمایندگان ابراز امیدواری کردند که با مشارکت میان مؤسسات خصوصی و حکومت ها بتوانند دسترسی پیشرفته به وسایل وقایه از حاملگی و مشوره‌دهی در مورد برنامه رهنمای خانواده را فراهم کنند. خدیجه همال، کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. رسیدیم به بخش رسانه‌های اجتماعی. همکارم جیلا نوری نظریات شما را در صفحه فیسبوک ما مرور کرده و فعلا در استودیو با ما. جیلا جان، در رسانه اجتماعی چی آمده و نخست اگر بگویید که به پاسخ پرسش امروز ما چی نوشته شده؟ اوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده ما در یوتیوب و فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا میکنین. در پاسخ به پرسش برنامه امروز یکی از بیننده ما برنامه آرمان امانی چنین نظر داده: متاسفانه فساد دولتی اجازه نمیده تا به سرپناه شدگان و بیجا شدگان به صورت درست کمک صورت بگیره. بینده دیگه ما به نام بیات کربلایی نوشته کرده که دولت فقط به بیجا شدگان رسیدگی میکنه که از اون طرف سرحد هستن و تعلق به کشور ندارن. این افراد قبیله گرایان هستن و برای خرابی وطن به کشور برمیگردن. شما تبصره کامل دوستا و سایر بیننده را در صفحه فیسبوک صدای آمریکا میتونن که مرور کنین. اما در میان پست‌های فیسبوک صدای آمریکا گزارش در مورد معرفی 12 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه واکنش گسترده افغان‌ها در صفحات فیسبوک صدای آمریکا به دنبال داشت. اکثر افغان‌ها از نامزدی وزرا استقبال کردند و برخی دیگر از تأخیر انتخاب وزرا انتقاد کردند. گزارش کامل صدای آمریکا را در مورد وزرا و کارکرد آنها می‌توانید که در صفحات فیسبوک صدای آمریکا هم دنبال کنید. اما از موضوعات جهانی که در رسانه اجتماعی انعکاس گسترده داشت، 25 نوامبر مصادف با روز جهانی محو خشونت علیه زن است و از هفته گذشته بدین سو فعالین حقوق زن با هشتگ های جهان را نارنجی سازید و خشونت علیه زنان را خاتمه بخشید. پیام ها، ویدیوهای آگاهی دهی و عکس ها در قالب فریم خشونت علیه زنان را خاتمه بخشید در صفحات اجتماعی پست کردند. برخی از چهره های سرشناس جهان همچون ستاره های فیلم مانند نیکول کیدمن نیز پیام خود را در صفحات اجتماعی نشر کردند. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات جالب رسانه اجتماعی امروز. برای دنبال کردن برنامه و گزارش های جالب تلویزیون آشنا و یوتیوب صدای آمریکا رجوع کنین VOA افغانستان دری. با امید از اینکه باز هم بیننده برنامه ما در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا باشید. فوجا
تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامعه. در افغانستان زنان به خاطر بهبود و تنبیل زندگیشان به کارهای شاقه می پردازند. بیشتر زنانی که در افغانستان کار می کنند می گویند که دلیل اصلی کار کردن مشکلات اقتصادی و نداشتن مردان نانآور در خانواده هایشان است. هدایت الله نوری گوشه ای از کار یک زن نانپز را در این گزارش به تصویر کشیده است. آمادگی ها برای نان پختن، هرچند شکستن چوب برای یک زن کار دشواری است. فریبا 22 سال است که نانپزی می کند. او تنها نانآور خانواده بزرگ ده نفریش است. توصیب نکنم. روزانه دیگه 300 گفتم 3.5 ساعت همه قدر کار می کنم. دیگه مصرف بسیار است. در روز 500 و 600 و 700 مصرف ما بالا است. دیگه اتو مواد نیست که مواد یک جایی کاری باشه که من مثالش یک جای کار یک چیزی که مواد بخرم. یعنی می کاری که میکنم اونو میره با کیلو فامیلی یا چای است یا بوره است یا روغن است پاکتکی نمی چیزی ها میخرم میبرم خانه مصرف خانه رو میتم. زر آوردم گفتم بیا یک چاره امروز شو. فریبا با نفس تنگی و بیماری گرده دست و پنجه نرم میکند. شوهرش هم توان کار کردن را ندارد. فریبا که دو دهه است نانش را از دود و آتش به دست می آورد خواهان توجه نهادهای کمک رسان است. دولت تمی توقع را دارم دیگه که اگر در این طول 22 سال بخی دیگه ایتو شدم که دمی سر تندور بخی خسته شده. اگر کنم چیزی که یعنی از توان قدرتشان شوه که اگر من از این مشکل از این جنجال خلاص شوم اگر یک چیزی با من یک کاری کنن. هرچند مردم هم خرسند از این که نانوایی کوچک فریبا سهولت‌های بزرگ را برایشان فراهم کرده است. در مکریان است دیگه، مکریان مشکل است دیگه، یک ذره که به حساب کس گاز داره نداره کس چی میکنه مشکل جای تنگی و چیز هست. اونا بر خاله میاریم، از خاله بسیار خوش هستیم. اونا نان بر ما نان خوب پخته میکنه، اگه ما وسانه بولانی میکنیم مرس میاریم بر خاله. ما آمدیم به خاطر نان گرفتن پیش خاله خوب نان پخته میکنن، خوب نانش خوب مردم میگیرن، خوب نوات داره از خاله، خوب یعنی آرد آوردیم نمیرم برش پخته میکنیم. در سالهای اخیر جامعه جهانی کمک های زیاد را برای توانمندسازی زنان افغان انجام داد، اما هنوز هم مثل فریبا هزاران زن با ده ها مشکل روبرو اند و چاره جز کار طاقت فرسا ندارند. هدایت الله نوری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. وقت میلیون ها نفر هر روز با هیجان کار می کنند، چه در مزرعه و یا در دفتر، در جاده ها یا در سرحد و سنگر، در استادیوم و یا هم در سطح جهان. اگر به دلیل کمبود وقت نمیتوان قصه این همه افغان ها را که مشتاق حرکت به پیش هستند به تصویر کشید، پس چرا یک مشت کوچک مردم این تصویر را به جهان میدهد؟ به هدف نزدیکیم، اما هنوز به آن نرسیدیم. باید بیشتر بکوشیم. برای رسیدن به هدف با ما همراه باشید. تنها با تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. بخش دری برنامه ما در همین جا پایان یافت. در بخش پشتو که به میزبانی همکارم سید سلیمان آشنا آغاز خواهد شد، تازه ترین ها را خواهید شنید. خدا نگهدار. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند.
په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوروالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو ته بی ساره لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. آشنا تلویزیون مهم خبری سرچکی آورید. په پاکستان کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ادارو ترمنځ شخړې دویمې ورځې ته وغځېدلې. تاسو به یې وروستی حال او تحلیل واورئ. د قندهار په عینومېنه کې د تحقیق دپاره محلي ادارو همکاري پیل کړې، خو چې اصلي پانګوال په دې اړه څه وایي؟ او د ایډز ناروغۍ د درملنې او د ایچ آی وی ویروس د له منځه وړلو په اړه راپور او علمي ارزونه هم اورئ. د خبرونې سره اوسئ. السلام علیکم.